بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. يقينا که زندگی بسیار زیباست در روشنی قرآن و حدیث. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران عزيز، با تعقیب سخنان که استاد عرض کرد، کمو درسی که من میخوام تقدیم بکنم تقریبا به عمو شباهت دارد، به این تعبیر که بهترین مردم کسایی هستند که اونها آنچه که دارند با او قناعت بکنند و در رشد آنچه که در اختیار دارند سهم بگیرند. در شریعت اسلام مجموعه اوصافی که یک مسلمان و یک مؤمن داشته می باشد، یکی هم عنوان قناعت است. یک مسلمان باید قانع باشد. قانع، علمای لغت میگویند که رضا به آنچه که خداوند متعال بر تعیین کرده، چیزی که الله جل جلاله بر داده با او قانع شوی، با او راضی شوی. آنچه که در اختیار داری و امرایت است، او را کوچک نشماری. و پیغمبر ما علیه السلام راجع به این صفت به اشکال مختلف ما شما را تعلیم داده و بر ما تربیت داده که این صفت را در زندگی خود باید قوی بگردانی. و به معنای قناعت به معنای تنبلی باید ترجمه نشود، به معنای بی احساسی و بی تفاوتی نباید ترجمه شود. تلاش مستمر، آنچه که نتیجه تلاش آمد به او پانش، از او ابزار و از او امکانات و از او فوائدی که در اختیارت است او را کوچک نشماری. یکی از علمای سلف صالح برای ما شما می فرماید که ارگاه سه آیت را که در قرآن کریم ما شما او را تلاوت می کنیم، او را در زندگی خود تطبیق بکنیم، خداوند متعال میگه از تمام مخلوق ما را غنی می سازد. و با تعبیر دیگر انسان با عزت می شیم، قوت پیدا میکنه. یک آیه شیست که الله ارشاد می و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست مگر که رزقش را الله میدهد. و تو هم یک جنبنده هستی، یک زیرو هستی. الله جل جلاله تو را قطعا فراموش نمی کند، بنان به عنوان روزی وشک و مزدور نشوی، وشکونه به خاطر که یک لقمانان پیدا بود کردنت خود از اهداف بزرگ کنار بکشی و
سر تسلیم برای ظلم، برای استکبار و برای بدبختی بدی به خاطر که نان نیست، این کار نکن. روزیت را الله جل جلاله میدهد مثل که دیگه مخلوقات میدهد. یک لقمانانی که در جای تو کار میکنن تو را وادار بی نکنه که ذلیل شوی. زیرا و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. آیه دومگی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. دروازه رحمتك الله خلاص بكنت فلا ممسك لها. هیچ کس بند کننده از اون نیست. چیزی که خدا برت از رحمت بخواهد تمام نیروی مخلوقات یک جا شود که بر تو او خیر را بسته بکند بسته کردن. پس معنای دوم چی شد؟ خیری که در یک جای بر تو است نیره هم فکرت بیه که به مخلوق نسبتش ندی. این از طرف الله هست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. دروازه ای که الله او را خلاص بکنه هیچ کس بند کننده آن نیست، او را الله برد می دهد. آیه سوم یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا. اگر الله جل جلاله بخواهد بر تو ضرر را برساند هیچ نیروی دفع کننده ضرر نیست مگر او تعالی. ایسی آیت که در زندگی خود سرش خوب فکر بکنیم، ما را از تواضع و انکسار به مخلوق و سر تعظیم برای ظلم و برای استعمار و برای هیچ کس پایین نخواهد کرد. زیرا نفرم الله میدهد، ضرر را هم الله میدهد و رزق را هم الله جل جلاله و متکفلش است. امام مسلم و امام ترمذی رضی الله عنهما از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود قد افلح من اسلم. یقینا رستگار شد کسی که اسلام آورد و به حکم خداوند متعال منقاد شد. یقینا رستگار شد. قد افلح من اسلم. رستگار کسی شد که به شریعت چی کرد؟ گردن گذاشت. شریعت خواب ندید، با او گردن گذاشت. و رزق کفافا و روزی کافیه که حوائجش شرش مرفوش ها او رم الله نصیبش کرد. و روزق کفافا، روزی کفافی رو میگه که با آنچه که در امو وقت است تو را با مشکل به امو شای رو برو نشوی. معنی ایگه که روزق کفافی رو میگه که نمیال هوا سرد است یک دو چوب بخاری پیدا بکنه، وقت چاشت شد یک لقمنان پیدا شد پای بود پیدا بکنند. اینه روزق کفاف میگه. و روزق کفافا روزی داشته شود برش که کافی باشد برش، یعنی از اینکه دست به دیگرها دراز بکنی از این خلاصت بکنی. این درست است که ذخیره نداشته باشی، ذخایر نداشته باشی. و قنعه الله بما آتاه، بعد او را قانع گردانید به آنچه که الله برش داد، یعنی به او راضی شد. و قنعه الله و راضی ساخت او را خداوند متعال بما آتاه به آنچه که الله برش داد. بلکل کفایت میکنم. این انسان چی است؟ انسان رستگار است، انسان کامیاب است که الله جل جلاله یقینا به مسلمان که دوستش داره همچه یک زندگی برش نصیب میکند. به این شکلش امام ترمذی و حاکم حدیث را از حضرت فضاله بن عبید رضی الله عنه و ارضا روایت میکنه و اردو ائمه میگوید که حدیث صحیح است. انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول طوبى لمن هدى الى الاسلام
طوبى لمن هدى الى الاسلام هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع. گواراس و نیکبختی و خوشی برای انسان است که هدیا الی الاسلام رهنمایی کرده شد به سوی اسلام. خوشی، فرحت، زیبایی به انسان است، مبارکباد به انسان است هدیا الی الاسلام که هدایت کرده شد به سوی اسلام. اسلام مجموعه از قوانین الهی به او رهنمایی کرده شد، او قانون را پذیرفت، قانون را دانست و گفت که امی راه است، نیکبخت امی انسان است. طوبا لمن هدیه الى الاسلام و کان عیشه کفافا و روزی چی بوده باشد؟ کفایت کنندش باشد. روزی همه قکنیت کفایتش میکنه، قرضا و راوگار نمی باشد. بعد و قنع و راضی شود، بایی راضی شد که بایی کن دیگه. نیکبختی به امی انسان است، مبارک به امی انسان باد که الله دین نصیبش کرد و از روزی که کفایت کنندیش از او را نصیبش کرد. بعد به او روزی چی شد؟ قانع شد، راضی شد. چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه گپ یادی نیست. طوبا مبارک باد، خوشی است برای انسانی که این سی نعمت الله بهش داده باشه. عزیز امیجا شما ششتین بسیار تان ایسی چیز داره میفهمین؟ امیجا که ششتین الله جل جل لطف سر شما کرده، بسیار تان ایره داره، شکر الله را ادا بکنه. امام طبرانی در اوسط از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه و ارضاه مرفوعا روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنه به ما علیکم بالقناع، بر شما بوده باشد که راضی باشین با آنچه که الله جل جلاله برای شما عطا کرده. علیکم بالقناعه، بر شما بوده باشد که راضی باشید با آنچه که الله نصیبتان کرد. فان القناعه مال لا ينفد، زیرا قناعت مال است که خلاص نمیشود، ذخیره ای است که خلاص نمیشود. چقدر زیبا میگه علیکم بالقناعه فان القناعه مال لا ينفد، یقینا که قناعت مال است که هیچ خلاص نمی شود، هیچ خلاص نمی شود. این نعمت الله جل جلاله است. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و ارضاه در تفسیر آیه متبرکه که الله می فرماید فلنحینه حیاتا طیبه، کسی که ایمان آورد به ایمانش راضی شد، ما هم چی میکنیم؟ زندگی و معیشت زیبا و پاکیزه را نصیبش میکنیم. حیاتا طیبه، زندگی بسیار پاکیزه و مبارک. میگه انها القناعه، زندگی پاکیزه قناعت است، زندگی پاکیزه قناعت است. چیزی که داری الله به او خدا راضی بگیری، قناعت است. امام ترمذی از حضرت عبدالله ابن الحسین رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی بدنه و عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا ابی حظافیرها. الله اکبر، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر می فرماید که من اصبح منکم آمنا فی سربه، کسی که صبح کرد یکی از شما در حالی که آمن بوده باشد در بسترش، در خانهش، با آبرویش تجاوز نشده باشد، کسیش وفات نکرده باشد، زلزله سرش نیامده باشد، خانهش در نگیرد، آرام شب سپری شد، کدی آل عیالش یک جای بود، همون یک حالت داشت. معافن فی بدنه، از خوابم که خیلی چی رقم خیست؟ جور خیست، شل نبود، سردرد نبود، جور تیار بود. معافن فی بدن، دست کار میکرد، چشم کار میکرد، عقل کار میکرد. الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، زیبایی را گفت. و عنده قوت یومه، و روزی هم و روزش هم در دیگدانش بود، چاشتش سعی بود،
صبح چایت هم صحیح شد، دیگه مشکل نداشتی. علاقه که داشتی فکأنما حیزت له دنیا به حظافیرها، گویا که دنیا با تمام هست و بودش در اختیارش هست. دنیا همی هست، دنیا همی هست، مثل کل چیز هست تو هست. چرا چی میخوای دیگه؟ امید الله برداد، آرامی، اطمینان، عزت، جوری در بدن. امام طبرانی در اوسط از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه و ارضا روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت ایاکم و طمع. ببینید اون طرف قناعت بود، نی راضی باشی. قناعت از چطور میفهمی که قناعت ندارم؟ دلیل بر ضعف چیز ای که تو طامع باشی، طامع باشی دیگه امرای ما چی میکنه؟ این کار نکن. و ایاکم و طمع، و شما بوده باشه دست برداشتن از طمع، از امید به مخلوق. فانه هو الفقر، امی فقر است، امی فقر است. فقر نه نه کارایت کنده باشد، فقر امیره نه که دیگرها تشوبه محتاج خوده بکنه، دیگرها باید کمکم بکنه. و ایاکم و ایاکم و ما یعتذر منه، بسیار گفی زیبا میده. و ایاکم و ما یعتذر منه، و شما بوده باشد دوری از این که کسی برپو که معذرت میکنه. چیز را بخواه ای کودش ما خود چه بارد بگوید؟ معذرت میخواه. طلب نکو چیزی را که مردم بر چی بگوید؟ معذرت میخواه، نمیتونه به اختیار بود. و ایاکم و ما یعتذر منه، و شما بوده باشد دوری از چیزی که طلبش بکنی و او چی بگوید؟ معذرت میخواه. این کار نه یعنی من نکنی نکنی کارا کنش بکن، خودت کارا بکنی انجام میشه بکنی، شد شد نشد ایش کنی. ای احادیث عادی نیست عزیزا، میفهمین کلش یک حکمتی است، صرف فکر کردن بکار دارد ما سرش فکر بکنیم، یعنی خود ما کت خود ما تشریح بکنیم، بعد خود ما به یه حدیث پیش بکنیم که یه حدیث است و برای ما شما گفته شده و ما شما چقدر مصادیق از این حدیث پیش میده، چقدر جور است. امام حاکم بیهقی از حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه و ارضاه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت اتانی جبریل فقال یا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من أحببت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزم به وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات بسيار قيمتي است. صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین باز مبارکات باز حدیثه که میگو باز برت میکنم یک حدیث برت میتونم یک میلیون قیمتش است. در حدیث قیمت میگذاشت، من برت شما حدیث میگم میگه یک میلیون قیمتش است، خوب گوشش بکن. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ذخیره بسیار بزرگی از معنویت هست. هرگاه خواسته باشین ایمانتان بلند برود به قرآن کریم و به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه کنیم. هر قدر که قرآن مطالعه بکنیم به امو اندازه ایمان بلند می رود، هر قدر احادیث رسول الله را مطالعه بکنیم به امو اندازه ایمان بلند می رود. و این گوهرهایی است بسیار قیمت، و الله جل جلاله لطف بیکران و امت اسلامی کرده که آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد داشته او را علما برای ما شما با تمام امانت داری چی کرده انتقال دادن. بعد خداوند متعال دانشمندای دیگری را پیدا کرد که او احادیث را با تشریح کرده سرزو کتابا نوشته کرده او را به ما شما بحث کرده، احکام بسیار زیادی را از او استخراج کرده است.
کتاب های بسیار زیبایی را در روشنی از او احادیث پیامبر تألیف کردند. یقینا که زندگی بسیار زیباست در روشنی قرآن و حدیث، بسیار زیباست. گوش بکنی عزیز خیر، بگیرین کتاب شعب الایمان از امام بیهقی رحمت الله علیه را، بخوان آدم تعجب بکنه که یا رسول الله، هر روزش نبودی که حکمت های از زبان از این مبارک بیرون شده که عجیب است. حدیثی که به شما تقدیم میکنم، امام حاکم و بیهقی از حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه و ارضاه روایت میکنند و این حدیث زیبایی است که در حقیقت وصیتی است که حضرت جبرائیل امین علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. شما فکر بکنید چقدر بزرگ است. حضرت جبرائیل امین با دوستی که با حضرت جبرائیل داشت، اومد به پیغمبر ما علیه السلام وصیت میکنند و وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار بزرگ است. بعد پیغمبر خدا علیه السلام او را با تمام امانت داری به ما شما انتقال میدهد. شما فکر بکنید، اتانی جبرائیل، میگه جبرائیل علیه السلام به ما آمد، به این معنا که یعنی جبرائیل به خاطر همین گپ آمد. و طبیعی که جبرائیل وقتی که آمد، چون نزول جبرائیل در اختیار خودش نبود، جبرائیل علیه السلام به اختیار خودش پیش پیامبر نمی آمد، الله جل جلاله او را مفرستاد، او را مفرستاد. بلان گپ دیگه هم بزرگ می شود. الله برای جبرائیل گفت که این نقاط را و این کلمه را برای پیغمبر علیه السلام بگو. این وحی چی شد؟ وحی غیر مطلوع، یعنی وحی که تلاوت نمی شود قرآن واری، ولی کلام بسیار بزرگی است. اتانی جبرائیل فقال، گفت یا محمد علیه السلام، ای محمد، عیش ما شئت فا انک میتون، هر قدر که بخوای زندگی بکنی را بفهم که فا اینک میتون، روز میموری، عش ما شد، چه قدری که میخوایی برو زندگی بکن، فا اینک میتون، قطعا میموری. وقتی که میموری دیگه چی باید اقدر دیگه جنجال کشیدن و اقدر بیتفاوت در مقابل قضیه ها کپر در نظر انسان باید بگیرد. هر قدر که میخوای زندگی بکنی فا اینک میتون، بالاخره میموری. و احبب من احببت فا اینک مفارقه، دوست داشته باش هر آنچی که تو دوست داشت داری، او را دوست داشته باش. احبب دوست داشته باش، من احببت چی را که دوست داری، فا اینک مفارقه، تو ای را ترک کننده هستی، از او جدا شونده هستی. چیده که در دنیا دوست داری او را چی بکن؟ او را دوست داشته باش، خب بفهم که تو را ترک میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواه ارشاد میکه حب به الی من دنیا کن، از این دنیایی که شما دارین سی چیز شما دوست دارم. یکی عطر، صحیح شد؟ یکی هم زن با اخلاق و مؤمن، و سومش جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشم ما نماز ماست. این سیستمی کل دنیا دیگه. جا پیامبر خدا علیه السلام میفهمه که دنیا متاع، دنیا متاع است، متاع وسیله ای که از او باید در جایش استفاده بکنی، متاع است که بی از او نمیشود بوده باشی، از او باید استفاده بکنی، ضرورتت است برات. و بهترین متاع در دنیا زن صالح است که در معاونت در دینت بکند، بهترین مطاعمی است. در اینجا پیامبر علیه السلام میگه که و احبب من احببت فا اینک مفارق، دوست داشته با چیزی رو که دوست داشته میباشی، خو این را بدان که فا اینک مفارق، از او دور میشی، از او جدا شونده ای، او همیشه کتت نیست، هر چی که دوست داشته باشی. سوم میگه که و عمل ما شئت، بکو آنچه که میخوایی، بکو آنچه که میخوایی، هر چی که میخوایی مور انجام بده، فا اینک مجزم به، خامخو در بدلش بدله برداده میشود.
در بدل اعمالت بدله میگیری. این بدله یا خوب باشد یا نیک یا خراب باشد. هر چی که میخوایی انجام داده میتونی. خب این را بدن که بدله باید بگیری. جزا باید بگیری. حسب از اون. و علم خوب بدان ان شرف المؤمن قیامه باللیل. ما یه شرف مؤمن او را جایگاه میده تا عزیز شود. میفهمین؟ حدیث دوم به معنای عزت است. فرق بین شرف و عزت است که شرف قدمی که تو را نزدیک میکنه به عزت. پیش میبره تا. خوب بفهم. و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. شرف مؤمن مانا نماز خواندنش به شب است. قیام اللیل. الناس و نیام مردم کلش خواب باشه. و تو چی بکنی؟ با خدا ایستاده باشی. کسی که این صفت دارد شکر بکشه. کسی که ندارد از الله جل و جلاله توفیق برش میخواد. مفهمی؟ بزرگ حالت نی؟ پروردگار نصیب ما شما بکند. یعنی قیام اللیل بزرگترین چیزی که انسان رو با خدا ایستاد میکند. اینقدر لذت داره در ابتدا شاید براتون سخت تمام شه، میفهمم. صحیح شد؟ ولی وقتی که با الله انس بگیرین، ها هم اگه خواب باشه تو با الله صحبت میکنی، با الله سخن میگیری، با الله را زیر نیاز میکنی، با الله مشکلت پیش میکنی، الله اینی مشکل داره، پروردگار اینی مشکل داره، الله الله الله، اینقدر مزه داره، بسیار زیباست. شرف المؤمن قیامه باللیل. شرف مسلمان هم فاتح شدنش با الله جل و جلاله شبانگام است. و عزه استغناؤه عن الناس. و عزتش در این است که از مردم خود غنی بگیرد. استغناء او عن الناس. از مردم خود عزیز بگیرد. مردم نگه که ما بر تو محتاج هستیم، بلکه ما به الله محتاج هستیم. صحیح شد؟ استغناء او عن الناس. هر قدر در این صفاتی که در این حدیث نهفته است و کلش گفای عادی نیست. گفای عادی نیست. برای ما شما بسیار مهم است. بسیار مهم است. و گفیم که این حدیث قیمت دارد. صحابه چی میگفت؟ حدیث بعد میگم 1,000,000 قیمتش است. نمیدونم میگه با شاگردش میفهمی. حدیث بعد 1,000,000 قیمتش است. یعنی واقعا نمیدونی نیست؟ حدیث به میلیون ها قیمتش است. برا میگه. اینو درک بکن. بنابراین این کل احادیث در نظر که قبلا عرض کردم، پس بیایم سر اصل موضوع که اگر خواسته باشیم عزیز بوده باشیم، آنچه که الله جل و جلاله و نصیب ما شما کرده با او قانع باشیم. با او قانع باشیم. تلاش بکنیم از زندگی خود چیزی را جمع بکنیم. تلاش بایی بکنیم. و این کار وقتی می شود که ما مخلص باشیم با الله جل و جلاله. راستگو باشیم با الله جل و جلاله. چیزی که میگم در او راست باشیم. صادق باشیم. و پروردگار عالم به ما شما توفیق و عنایت بکنه. و الله جل جلاله ما شما را امن در خانواده و الله جل جلاله به لطف کرمش بر ما شما صحت در بدن و خداوند متعال نصیب بکنه و توفیق شکرش را الله جل جلاله بدهد و آنچه که بر ضرر دنیا و آخرت ما باشد پروردگار عالم به لطف کرم ما شما را از دور بکند. سبحانک اللهم و بحمدک استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. اسلامي وايماني اضاء الكون وزمن باسلامي وايماني اضاء الكون وزمن باسلامي وايماني اضاء الكون وزمن باسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن. أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرارا فجاء يعطر الكون وينشر فيه أنوارا. أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرارا
أنوارا. فإن تك تعشق الفكرا.